بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر فرادین، احوال شما؟ ممنون خانم دکتر، من از ایران تماس میگیرم. لطف میکنید. مدرس دانشگاه هستم. بله بفرمایید. تشکر میکنم از زحماتتون. خواهش میکنم. خانم دکتر من سوال داشتم، چون با دانشجو سر و کار داریم، خواهش داشتم که راجع به مسائل مثبت و منفی مهاجرت به خارج از کشور. بله. یا به هر جای به هر کشوری فرق نمیکنه، اون مشکلاتی که جوانا با خودشون با همسرشون یا فرزند و والدینشون ممکنه پیش بیاد و محاسنی که میتونه مهاجرت داشته باشه، لطف کنید بفرمایید. برای من خیلی مهمه، چون شما با عنوان روانشناس خودتون تجربه کردید، اطلاعاتتون برای من خیلی با ارزشه. سپاسگزارم. گوش میدم. قطعم نکنید. قطعتون نکنم؟ نه گوش میدم. اوکی. ببینید، من حدود 20 سال پیش دو تا مقاله در مجله رهاورد، زنده یاد شهباز، دو مقاله نوشتم راجع به روانشناسی مهاجرت و پدیده‌های ناشی از آن، و از ابعاد مختلف مسائل رو بررسی کردم. دو مقاله بسیار مفصل بود که کپی این رو شما میتونید از طریقی از رهاورد بخواید، اگر وبسایت دارن رو وبسایتشون بذارن، یا من بدم به وبسایت خودم که اسکن کنن و روی وبسایت خودم بذارن. اما توضیحی که به شما میتونم بدم اینه که اولا هر کشوری که در دیکتاتوری و فضای غیر مهربان و غیر فراهم و غیر مدارا با نسل جوانش رفتار کنه، گریز جوانان رو از اون کشور فراهم میکنه. بنابراین عده کثیری از کسانی که از ایران مهاجرت کردند، این نبود که نمیدانستند که به کجا میان، یا این نبود که برای فرنگی بازی به این سو آمدند. خود من در سال 69 به آمریکا آمدم و در سال 75 وقتی دکترامو گرفتم، 9 روز بعد از اخذ دکترام آمریکا رو ترک کردم و به ایران آمدم و به دانشگاه تهران رفتم و مشغول شدم. بنابراین جوانان امروز ما هم مثل جوانان اون روز، اگرچه دوست داشتن و دارند که در بهترین دانشگاه‌های دنیا که امکان رشد و شکوفایی اونها رو فراهم میکنه تحصیل کنند، ولی اگر مام میهن در دست کسانی بود و در وضعیتی بود که وقتی این عزیزان به ایران بر میگشتند، از حقوق فردی، حرمت انسانی، آزادی های مجاز زیست و به خصوص آزادی بیان اندیشه برخوردار بودند، باورم کنید که بسیار اندک در غربت میموندن. اما با این آگاهی که جوانان به این دلیل به کشور خارج مهاجرت کردند، گاهی اوقات بیگدار به آب میزنند و چاه و نکنده منار رو میدزدند، یعنی بدون داشتن پول، بدون داشتن پذیرش معتبر، بدون داشتن آشنا و دوست و فامیل و اقوامی که بتونه در ابتدای کار دست اونها رو بگیره، راهی غربت میشن، راهی سرزمین‌های دور میشن، و اگر بنیه روانی شکننده‌ای هم داشته باشند، اون وقت گرفتار مشکلات و مسائل جدی میشن. از بزرگترین مسائل مهاجرت این هست که شخص در اون 6 ماه اول که از رحم فرهنگ خودی و مادری بیرون افتاده و با ناآشنایی ها و با فضایی کاملا متفاوت، نوعی برهنگی فرهنگی رو تجربه میکنه، در آن روزگار بنیه روانی و ابزار وصل خودش رو به جامعه داشته باشه. ببینید، مهاجر از چند مرحله عبور میکنه. مرحله اول مهمترین چیزش جا انداختن خودش تو فرهنگ میزبان، و برای این جا انداختن باید
امکانات مالی داشته باشه، امکانات تحصیلی داشته باشه، شغل داشته باشه یا بتونه پذیرفته بشه برای شغلی که ابزار اولیه زندگیش جا بیفته. در مرحله دوم که مهاجر در اندیشه این هست که بخشی از مجموعه کشور میزبان بشه و دنبال هویت خودش در جامعه نو و دنبال جایگاه خودش در جامعه نو هست. و خوشبختانه ایرانی، ما ایرانی ها هممون هم به چیز کم قانع نیستیم. یعنی من اتفاقا یه جوونی رو مدتی پیش دیدم که از ایران آمده بود و اونجا مهندسی کامپیوتر گرفته بود و یه کمپانی اونو آورده بودنش اینجا، آمده بود براش گرین کارت هم گرفته بودن و آمده بود خیلی ناراحت و عصبانی از این کمپانی. بعد میگفتش که خانم دکتر اینا از من اقلن به اندازه 300-400 هزار دلار در سال استفاده میکنن و به من 65 هزار دلار میدن. خب معلومه یه کمپانی وقتی همش 65 هزار دلار میدن، معلومه وقتی یه کمپانی یه جوانی رو از یه کشور به اصطلاح اون سوی دنیا، حالا اگر نگیم جهان سوم، از اون سوی دنیا یه جوانی رو میاد اینجا براش گرین کارت میگیره، براش امکانات فراهم میکنه، از روز اول بهش میز میده، اتاق میده، میاره اونجا مینشونه، این کارا رو که نظری نمیکنه برای اینه که سوداوری داشته باشه برای کمپانی خودش. و 65000 دلار، فقط 65000 دلار برای یه جوانی که میاد اینجا یه خونه میتونه آپارتمان اجاره کنه 1500 دلار که ماکسیمومش میشه 20000 دلار در سال. و واقعیتش اینه که با 10-15 هزار دلار هم میتونه هزینه زندگیشو تامین کنه و میتونه مقدار اندکی پس انداز کنه و در کارش به تدریج رشد کنه، این چندان بد نیست. منتها همونطور که خدمتتون گفتم، ماها نظر خیلی بلندی داریم و وقتی هم اینجا اومدیم همین مسئله بهمون کمک کرده که خب موفقیت‌های شاخص ایرانی‌ها به دست آوردن. ولی از مشکلات مهاجرت اینه که یک کسی وقتی میخواد بیاد، اول باید پیه سختی ها رو به تنش بماله. اصلا تجسم این که من دارم میرم اونجا و میخوام برم هالیوود و بعد یه شانسی از کنار خیابون دارم رد میشم، یه آدمی پیدا میشه و استعداد منو کشف میکنه و من یهو میرم قله شکوهمند شهرت و ثروت، با این رویاها نمیشامد. ما باید بدونیم در این کشور وقتی میایم، این کشور بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی خودش رو داره و ما اول در حاشیه این بافت قرار میگیریم. در مرحله دوم هست که میتونیم، فرصت این رو داریم داخل این بافت بشیم و به یه گلچینی فرهنگی بپردازیم، از فرهنگ مادری، آنچه که با ستون فقرات هویت ما گره خورده، نگه بداریم و یه بخشهایی رو که به روش زندگی، آداب و سنن ربط داره تغییر بدیم تا یک نوع سازگاری فرهنگی برامون اتفاق بیفته. و بعد مرحله سوم که ما موقعیت و جایگاه خودمون رو به دست میاریم و احساس امنیت میکنیم، احتمالاً وارد مرحله سوم میشیم. هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اون موقع ایرانی تر از ایرانی هایی که تو ایران هستن میشیم. یعنی برای احیای فرهنگ ایرانی کار میکنیم، جلسات و انجمنهای حافظ شناسی، مولانا شناسی، موسیقی ایرانی. شما میدونید چه تعدادی دانشجویان ما الان تو فیلم و موسیقی ایران تحصیل میکنن، چه تعدادی رو مسائل ایرانی ها بحث میکنن و گفتگو میکنن. بنابراین این اتفاقی هست که میفته. نمیدونم سوال شما رو پاسخ دادم یا نه. خیلی ممنون خانم دکتر. بعد من سوال دیگه‌ام که کامل کنه حرفای شما رو این هستش که وقتی با افسردگی روبرو میشن یا مثلا به خصوص از حالات روحی اضطراب، اینا رو چطور باش برخورد کنن؟ بله، افسردگی و اضطراب در 6 ماه اول مهاجرت تقریبا یک پدیده پذیرفته شده است و بهش و تو طبقه بندی اختلالات روانی تو adjustment disorder یا اختلالات سازگاری طبقه بندی میشه
و افسردگی و اضطرابش هم سیچویشنال دیپریشن یا جنرالایزد انگزایتی هست. و معمولا توصیه من همیشه این هست که وقتی وارد میشین اول با یه گروه هموطن که زبون شما رو صحبت کنن یا آداب و رسوم شما براشون خیلی غریبه نباشه، یه نوع ارتباطی برقرار کنین اگر فامیل و بستگان ندارین. دومین موضوعش اینه که ورزش، ورزش و ورزش. و سومین موضوعش اینه که اگر زبان ضعیفه، برید در این کالج های رایگان، در این لابراتوارهای زبان که تقریبا 24 ساعته مثل این که بازه، و زبان رو مشکلش رو حل بکنند. و البته خب الان با وجود روانشناسانی که در این سوی دنیا هستند، اگر واقعا این افسردگی به طور جدی داره اذیتشون میکنه، میتونن با یه روانشناس مشورت کنن، شاید به طور موقت، بسیار موقت، اگر فقط ورزش ورزش و ارتباط با ایرانیان مؤثر نبود، اون وقت به طور موقت از قرص‌های ضد افسردگی و اضطراب میشه استفاده کرد. ولی الان ایرانیایی که به خصوص تو کالیفرنیای جنوبی و لس آنجلس یا حتی واشنگتن و نیویورک و شیکاگو و اینا میرن، اینا احساس غربت نمی‌کنن. من فکر می‌کنم یه آمریکایی اگر تو وست وود قدم بزنه بیشتر احساس غربت می‌کنه تا یه ایرانی، چون از این سر تا اون سر وست وود چلو کبابی، شعله، شهرزاد، شرکت کتاب، نشر کتاب، نمیدونم اپیلاسیون پری، نمیدونم بستنی حاجی گل بل بل، یعنی اسم ببرید، آژانس امیری، نمیدونم رستوران عطاری، سوپرمارکت توچال، سوپرمارکت جردن، یعنی همینطوری ردیف تابلوهای ایرانی و تمام کالاهای ایرانی و خدمات ایرانی.